دوستان سلام، امروز میخوایم با هم دیگه درس 4 از فصل 2 کتاب آمار احتمال 11 هم رو کار بکنیم. فصل 2 درس 4 به پیشامدهای مستقل و وابسته میپردازه. بیایم اول تعریف این پیشامدها رو بگیم. به چه پیشامدهایی میگن مستقل؟ دو تا تعریف داره. من اول تعریفی میگم که درکش راحت تره، بعد بیایم سراغ تعریف کلاسیک ترش. کلن دوتا پیشامد وقتی مستقلن که احتمال اشتراکشون به چه ضرب هر کدوم از پیشامدها، یعنی پی آ اشتراک بی به چه پی آ ضرب در پی بی. یه مثال بزنم از دوتا پیشامد مستقلی که همه آشنایی دارن. فرض کنید احتمال این که ال کلاسیکو رو رئال ببره 3/10، احتمال این هم که امروز تهران بارون بیاد 2/10. بنابراین اگه من از شما بپرسم که احتمال این که هم رئال ال کلاسیکو رو ببره و یادتون هست که و به معنی اشتراکی دیگه تو پیشامدها، و امروز تهران بارون بیاد چقدره، خب همه دوستان جواب میدن که 3/10 ضرب در 2/10، یعنی 6/100 احتمال داره که هم رئال ال کلاسیکو رو ببره هم امروز تهران بارون بیاد. درسته؟ پس در واقع برای ماها به طور پیش‌فرض مشخصه که بازی ال کلاسیکو و بارون اومدن تو تهران دو تا پیشامد مستقل از همن. من اینو خیلی از موقع دوستان مستقل رو با ناسازگار قاطی میکنن. پیشامد ناسازگار چی بود؟ پیشامد ناسازگار پیشامدی بود که با همدیگه اشتراکی نداشتن. مثلا احتمال اینکه یه عدد یه تاک میندازیم پیشامد A باشه عدد رو شده زوج باشه، پیشامد B باشه عدد رو شده فرد باشه. خب این احتمالش چقدر اشتراکی شد؟ هیچ، امکان ندارم چنین چیزی. پیشامدهای مستقل یعنی پیشامدهایی که به همدیگه ربطی ندارن. اینکه ربطی ندارن به این معنی نیست که با همدیگه اشتراکی ندارن، یعنی با همدیگه مرتبط نیستن. پس در واقع فرمولی که وجود داره اینجا اینه که پی آی اشتراک بی، اینجا پی آی اشتراک بی میشه پی آ ضرب در پی بی. این در واقع یه تعریف ساده شد. اما بریم سراغ یه تعریف خورده کلاسیک‌تر که از احتمال شرطی استفاده بکنیم. اگر دو تا پیشامد از هم دیگه مستقل باشن، پی آ به شرط بی میشه پی آ. این به چه معنیه؟ از بذاریم با این مثال بهتون توضیح بدم. آ به شرط بی یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنیم پیشامد آ رخ داد، پیشامد بی رخ داده، احتمال اینکه پیشامد آ رخ بده چقدره؟ درسته؟ پس پی آ به شرط بی یعنی این دیگه. اگر بدانیم بی رخ داده، احتمال اینکه آ رخ بده چقدره؟ خب الان پاسخ بدید چقدر احتمالش؟ همون قدر دیگه. یعنی من داریم راجع به مثال بارون تهران صحبت میکنیم. اگه بدونید دیشب رئال برده، احتمالی که تهران بارون بیاد چقدره؟ همون 2/10. اگر هم بدونیم که رئال نبرده، احتمالی که تهران بارون بیاد چقدره؟ دوباره همون 2/10. یعنی اگر بدونیم پیش آمده بی رخ داده، احتمال رخ دادن پیش آمده آ تغییری نمیکنه، دوباره همون هستش. همینطور پی بی به شرط آ. پی بی به شرط آ چیه؟ یعنی اگر بدانیم آ رخ داده، احتمال اینکه بی رخ میده چقدره؟ همون احتمالی که از قبل داشت. پس به طور کلی اینو باید درک بکنید که وقتی میگیم دو تا پیشامد از هم دیگه مستقلن، یعنی روی دادن یکی تأثیری رو روی دادن دیگری نداره. به هم دیگه به زبان خودمونش اینه که ربطی ندارن. اشتراک دارن ولی به هم دیگه ربطی ندارن. ممکنه دوره شما بگی آقا شما همین فرمولی که اینجا نوشتی رو اگه بیاد فرمول احتمال شرطی استفاده بکنی بنویسی که خب بگی آقا پی آ به شرط بی به شرط آ چی میشه؟ میشه پی آ اشتراک بی بر روی پی آ مساوی میشه با پی بی. درسته؟ خب میگین آقا همین رابطه که شما نوشتی که فرمول احتمال شرطی هست، اگر شما این رو طرف وسط این بکنی میشه پی آ اشتراک بی دیگه، بعد همون رابطه بالاییه. بله دیگه، دو تا تعریف در واقع یه تعریفه، ولی تعریف پایین یه خورده تعریف کلاسیک تری، یعنی مبنایی تره. یعنی میاد به دانش آموز میگه آقا اگر بدونیم که آ رخ داده، احتمال رخ دادن بی تغییری نمیکنه. پس این در واقع برای دو پیشامد هستش. اما بیایم برای سه پیشامد هم این رو ما توضیح بدیم. کی سه پیشامد آ و بی و سی از هم دیگه مستقلن؟ هر وقت که ما سه تا شرط رو داشته باشیم. حالا شروع سه چیا هستش؟ اولین شرط اینه که پی آ اشتراک بی
بچه پی آ در پی بی. همینطور پی آ اشتراک سی بچه پی آ ضرب در پی سی، پی بی اشتراک سی بچه پی بی ضرب در پی سی. یعنی در واقع برای اینکه سه پی شما دست هم دیگه مستقل باشن لازم هست که اینا دو به دو با هم دیگه مستقل باشن و شرط آخر پی آ اشتراک بی اشتراک سی بچه پی آ ضرب در پی بی ضرب در پی سی. پس توی سه پیچ آمدم هر وقت در واقع این شروط برقرار باشه میتونیم بگیم که این سه پیچ آمد از هم دیگه مستقلن. بیاییم با هم دیگه یه مثال رو بررسی بکنیم و یه خود رو توضیح بدیم. میگه در پرتاب دو تاست من خیلی نفستدم اینجوری شد. در پرتاب دو تاست فرض کنیم آ پیچ آمد مشاهده عدد 3 در تاس اول باشه. خب دوستان دو تا تاس میندازیم، احتمالی که تاس اول 3 بیاد چقدره؟ بدیهیه دیگه، 1/6 هسته. پس پی آ میشه 1/6 و پیچ آمد بی هم مجموع 7 برای دو تاس باشه. خب بیم احتمال بی رو هم حساب بکنیم. برای اینکه دو تا تاس مجموعشون بشه 7 من چه حالتایی دارم؟ میتونم کل فضای نمونه که 36 تا، چون برای دو تا تاس 36 حالت داره. حالا حالت های موجود 1 و 6، 2 و 5، 3 و 4، 4 و 3، 5 و 2، 6 و 1. پس هم به طور کلی 6 حالت مطلوب هم دارم. احتمالش میشه 6/36 یا 1/6. پی آ 1/6، پی بی هم 1/6. میخوام مستقل بودن این دو پیچامد رو بررسی بکنیم. بنابراین باید بیایم بگیم که آیا پی آ اشتراک بی میشه پی آ ضرب در پی بی یا نه. یعنی در واقع دوستان دقت کنید، این رابطه ای که اول مبحث گفتیم پی آ اشتراک بی میشه پی آ ضرب در پی بی دو طرف است. منظور دو طرفه یعنی چی؟ یعنی اگر دو تا پیچامد مستقل باشن پی آ اشتراک بی میشه پی آ ضرب در پی بی، و همینطور اگر پی آ اشتراک بی بشه پی آ ضرب در پی بی، اون موقع میتونیم که دو تا پیچ آمد از هم دیگه مستقلن. پس به نظر من هیچ وقت سراغ تحلیل نرید تو سوالاتی که در مورد مستقل بودن دو تا پیچ آمد از شما میپرسن. سوال شما میپرسه آقا آیا این دو تا پیچ آمد از هم دیگه مستقل هستن یا نه. شما پی آ رو حساب میکنی، پی بی رو حساب میکنی، پی اشتراکش رو حساب میکنی. اگر اشتراک شد ضرب این پیچامات، یعنی بله این دو پیچامات از هم دیگه مستقل هم. خب حالا بیاییم سراغ حل همین سال. پی آ که بس شد 1/6، پی بی هم که شد 1/6، اما اشتراکشون چقدره؟ اشتراک یعنی این که هم آ رخ بده هم بی. این تو پرتاب دوتا تاس، تاس اول 3 بیاد مجموع هم 7 بیاد. پس حالت مد نظر ما چیه؟ تاس اولی 3 بیاد، تاس دومی هم 4 بیاد، 4 بشه 7. بنابراین پی آ اشتراک بی چقدر میشه؟ پی آ اشتراک بی هم میشه 1/36. درست. حالا آیا پی آ ضرب در پی بی میشه پی آ اشتراک بی؟ بله. مثلا این دو پیچامد از هم دیگه مستقلن. دیگه دقت داشته باشید یعنی چی این دو تا پیچ هستن دیگه مستقلن. من حالا وقت تگرس به این مثال میرسم، دوستان یه خود تعجب میکنم، میگن آقا برای ما قابل درکه که ال کلاسیکو و بار اومدن تهران دو تا پیچ اومدی یعنی که از هم دیگه مستقلن. ولی میگن برای ما درکه چه خود سخت، یعنی تو پرتاب دو تا تاس احتمالی که تاس اول 3 بیاد و مجموع 7 بیاد از هم دیگه مستقلن، این یعنی چی؟ من بهتون برای مثال تازه مثال ساده توضیح میدم. ببین شما فرض کن که میگی که یه آقایی میخواد دو تا تاس بندازه، شما میخواد بگیرنشون شرط بندی کنی. میگه آقا من میام روی مجموع این که تاسا 7 بیان شرط میبندم. درسته؟ مثلا 1000 تومان روی مجموع 7 شرط بندم. این آقا تاس اول رو میندازه، نمیتونم تاس اول رو ببینم چیه. یهو یه دوستی میاد به من یه کمکی میکنه، یه باشه میره تاس اول رو میبینه، بعد میاد به من میگه آقا تاس اولی که ایشون انداخته 3 بوده. خب بعدش حالا من باید چیکار کنم؟ آیا شانس برد من تغییری میکنه؟ محاسب ما میگه که نه، شانس برد من اول اولی، من تو پیچامد بی شرط بسته بودم دیگه مجموعه هم، شانس برد من اول چقدر بوده؟ 1/6 بوده.
الان هم که تاسی که اون آقا انداخته به اومده در چه حالتی من میبرم که تاس دوم چهار بیاد؟ احتمالی که تاس دوم چهار بیاد چقدر؟ اون هم یک شیشمه. بنابراین شانس برد من تغییر نمیکنه و من شرطم رو عوض نمیکنم. اما این به عدد دیگه مثال بزنم که مثال بعدی اینو بگم بعد این سراغ نوشتنش. میگه فرض کن که مجموع دو تا تاس 10 باشه. من رو مجموع 10 اومدم شرط بستم. درسته؟ بعد من مجموع 10 شرط بستم. الان اول طرف میندازه و 3 اومده. اون دوست من میره یواشکی تاس طرف رو میبینه میگه آقا تاس اول 3 اومده. حالا من باید چیکار کنم؟ الان دیگه چانس برد من صفره. امکان نداره تاس دوم 7 بیاد. پس یعنی وقتی دو تا پیش اومد هم دیگه مستقلن حتی تو یک فضای نمونه. یعنی رخ دادن یکی چانس این یکی رو عوض نمیکنه. اینجا هم دقیقاً همینه. پس در واقع اگه من رو مجموع 7 شرط بسته باشم طرف دست اول بندازه چانس من عوض نمیشه. ولی اگه من رو مجموع 10 شرط بسته باشم و طرف تو پرتاب اول سه بندازه چانس برد من الان 0 میشه. درسته؟ پس این در واقع معنی دو تا پیش اومد مستقله تو این سوال. بریم مثال بعدی رو حل کنیم. مثال بعدی میگه که از مجموعه 1 تا 10 یک عضو انتخاب میکنیم. آ پیش آمد مشترکان عددی زوج و بی پیش آمد مشترکان عددی مضرب 3 باشد. خب پی آ چقدره؟ پی آ عددی زوج. تو بین عدد 1 تا 10 چند عدد زوج داریم؟ 5 تا. پس پی آ میشه 5/10. بعد بی عددی مضرب 3. پی بی چقدره؟ 3/10. چون 3 و 6 و 9. حالا اشتراکشون چقدره؟ پی آ اشتراک بی چقدره؟ پی آ اشتراک بی میشه عددی که هم زوج باشه هم مضرب 3 باشه. تنها عددی که هم زوجه هم مضرب 3 تو به عدد 1 تا 10 چیچ هستش. پس میشه 1/10. حالا آیا اینجا پی آ ضرب در پی بی میشه پی آ اشتراک بی؟ نه. بنابراین این دو پیشنهاد اینجا اصلا دیگه مستقل نیستن. یعنی 5/10 ضرب در 3/10 میشه 15/100. اینم که میشه 10/100 با هم دیگه مساوی نیستن. یعنی باز دوباره میگم اگه من شرط بسته باشم روی اینکه عدد رو شده زوجه و یکی بهت بهم میگه آقا عددی که رو شده مضرب 3 هستش، من شانسم عوض میشه. یعنی من شرط بستم روی زوج بودن عدد اول، شانسم 5/10 بوده. ولی اگه من خبر بیارن که عدد رو شده مضرب 3، حالا من الان شانس بردم بین 3 و 6 و 9 1/3. شانس از 1/2 میشه 1/3. شانس من داره عوض میشه. بنابراین این دو پیشنهاد از همدیگه مستقل نیستن. پس یه جمع‌بندی کلی بکنیم. دو تا پیشنهاد وقتی که مستقلن، روی دادن یکی تأثیری روی روی دادن اون یکی نداره. درسته؟ میریم در واقع صفحه بعدی. بله. حالا میخوام در واقع یه مثال حل بکنیم از قانون چرتی. میگه یک تاس و یک سکه رو به طور همزمان میاندازیم. خب احتمالی که تاس چیش بیاید چقدره؟ خب بچه ها یک تاس و یک سکه اگه بخوام همدیگه بندازیم NS یعنی فضای نمونه میشه 2 ضرب در 6 که میشه 12. درسته؟ احتمالی که تاس چیش بیاید چقدره؟ خب تاس چیش بیاد سکه یا رو میاد یا پشت. پس خالص میشه چیش رو چیش پشت. پس پی آ میشه 2/12 یا میشه 1/6. این از این. قسمت بعدی. اگر بدانیم سکه رو آمده است، این دفعه گفتم میخوام با اعتبار شرطی حالا اثبات بکنیم. اگر سکه رو بیاد N آ به شرط B، B پیش آمد این میشه که سکه رو بیاد. N آ به شرط B بیشد N آ اشتراک B بر روی N بی. درسته؟ خب N آی اشتراک بی چقدره؟ فعلا نمیدونم. اما اگر بدانیم سکه رو آمده است، خب اگه بخواد سکه رو بیاد به حالات مطلوب اینه رو 1، رو 2، رو 3، رو 4، رو 5، رو 6. 6 حالت داره. اشتراکشون چقدره؟ سکه رو بیاد تاس هم 6 بیاد، فقط این حالت رو 6 هست، پس میشه 1 حالت. حتی بازم میشه چقدر؟ 1/6. یعنی در واقع N آ به شرط B، ببخشید، پی
آب شرط بی که میشه ان آی شرک بی بر روی ان بی. یادمون هست اگر همین رابطه هم صورت هم مخرج رو به ان ا تقسیم بکنیم میشه پی آی شرک بی بر روی پی بی، میشه یک چیشون که این یک چیشمه چی بود دوستان تو قسمت قبلی به دست آوردیم، این یک چیشمه بود پی آ، یعنی آ به شرط بی میشه پی آ. خب از این نتیجه گیری میکنیم، از این نتیجه گیری میکنیم که آ و بی دو پیشامد مستقل هستن. پس میگم برای مستقل بودن هم میتونید بگید پی آ به شرط بی میشه پی آ، هم میتونید بگید پی آ اشتراک بی میشه پی آ ضرب در پی بی، هر دو تاش در واقع مرسوم هستش دیگه. سوال دیگه شما خواهید دید. سوال بعدی اینه که خانواده داره 4 فرزند است. خانواده داره 4 فرزند است. اگر بدانیم فرزند اول این خانواده پسر و فرزند دوم دختر است. دوباره سوالتون از واژه اگر استفاده کرده مشخصه که دیدگاهش دیدگاه احتمال شرطیه. خب اگر بدانیم فرزند اول این خانواده پسر است و فرزند دوم آنها دختر است، پس اینو میذارم مثلا پی بی احتمالی که توی خانواده 4 فرزندی فرزند اول پسر و فرزند دوم دختر باشه چقدره؟ خب دوستان خیلی میرم مشخصه دیگه، 1/4 احتمالی که اولی پسر باشه، 1/2 احتمالی که بعدی دختر باشه، 1/2. مثلا میگه نه خب کلا ما 16 تا حالت داریم، یعنی فرزند اول 2 حالت، فرزند دوم 2 حالت، فرزند سوم و چهارم هر کدوم 2 حالت. خب پس ما 2 به توان 4 یعنی 16 حالت داریم. حالا اگه فرزند اول پسر باشه، فرزند دوم دختر باشه، دو تا فرزند دیگه 4 حالت داره. پسر 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 دختر دختر پسر دختر دختر. پس میشه 4/16. یه دوباره 1/4. درسته؟ خب پس میگه اگر بدانیم فرزند اول خانواده پسر و فرزند دوم آنها دختر است، با کدام احتمال فرزند سوم نیز دختر است؟ میام حالا پی آ به شرط بی رو حساب میکنم. پی آ به شرط بی میشه ان آ اشتراک بی بر روی ان بی که من دیگه باهاتون نوشتم، دوباره نمینویسم. خب ان بی چقدره؟ یعنی اگر بدانیم فرزند اول پسر و فرزند دوم دختر است، چند تا حالت داره؟ گفتم مثلا دو تا فرزند اول که مشخصه پسر و دختر، فرزندهای بعدی هم 4 تا حالت داره دیگه، دختر دختر پسر پسر دختر پسر پسر دختر. پس این میشه 4 تا حالت. حالا میخوام ببینم چند تا حالت داریم که هم فرزند اول پسره، هم فرزند دوم دختره و فرزند سوم هم دختره. حالت مطلوب چیه؟ پسر دختر دختر پسر پسر دختر دختر دختر. یعنی این سه اول مشخصه، این هم میشه دختر باشه هم پسر باشه بچه 4. پس این میشه 2/4 یا میشه 1/2. بیا ممکنه خیلی از دوستان به من انتقاد کنن بگن آقا شما در اینجوری خودی پیچیده میکنی، این برای ما بدیهیه که اگه فرزند اول پسر باشه فرزند دوم دختر باشه، احتمالی که فرزند سوم دختر باشه 1/2، پسر هم باشه 1/2. پس این محاسبات برای چیه؟ ببین میدونم برای شما ها بدیهیه، خب برای منم بدیهیه، اما میخوایم ببینیم آیا حس کلی ما نسبت به احتمال، اون سنسی که نسبت به احتمال داریم از طریق فرمول‌های ریاضی هم قابل اثبات هست یا نه. به هر حال ما نمیتونیم به حسمون اطمینان بکنیم که ما یه فرمول بندی داریم برای احتمال شرطی، یه تعریفی هم کردیم برای احتمال مستقل، میخوایم ببینیم آیا حالا واقعا این فرمول‌ها با هم دیگه کانسیستنت، یعنی با هم دیگه سازگار هستن یا نیستن. که میبینیم بله محاسبه هم همینه، میگه شما اگه پی بی رو حساب بکنی میشه 1/4، آب شرط بی میشه 2/4 میشه 1/2. یعنی دقیقاً احتمالی که یک فرزند به طور کلی از اول دختر باشه چقدره؟ 1/2، همون پی آ هسته. بنابراین اینکه فرزند اول و دوم چه جنسیتی داشته باشن رو جنسیت فرزند سوم تأثیری نمیذاره. خب بریم یه نکته دیگر رو بگیم. میگه اگر آبی دو پیچامد مستقل باشند، پیچامد های آ پریم و بی، آ و بی پریم و همچنین آ پریم و بی پریم نیز مستقلن. یه مثال بزنیم ببینیم برای ما درک این موضوع راحت هست یا نه. ببینید دوستان، فرض کنید احتمال این که مثال اول در رئال ببره 3/10 باشه، احتمالی که تهران بارون بیاد 2/10. خب پس احتمال این که رئال ببره و تهران بارون بیاد چقدره؟ همه حاصل میشه 6/100، 3/10 ضرب در 2/10. حالا من سوالم از شما اینه، احتمال این که رئال نبره و تهران بارون بیاد، و همین که نه احتمالی که رئال ببره 3/10، برمین احتمالی که رئال ببازه 7/10، ببازه یا مساوی کنه رو نبره دیگه 7/10، احتمال اینی هم که تهران بارون بیاد 2/10.
جواب میشه 7 ضرب در 2. بگم احتمالی که رئال نبره تهران هم بارون نیاد، میگم احتمالی که رئال نبره میشه 7، احتمالی که تهران بارون نیاد میشه 8، 7 ضرب در 8 میشه 56. همینجور همه حالت ها رو حساب میکنید دیگه، درسته؟ پس مفهوم این قضیه که آ پریم و بی آ و بی پریم و آ پریم و بی پریم هم دیگه مستقلا مفهوم واضحیه. حالا من این در واقع فرمول بندیش می نویسم، پس یعنی پی آ پریم اشتراک بی میشه پی آ پریم ضرب در پی بی، همینطور پی آ اشتراک بی پریم میشه پی آ در پی بپریم، پی آ پریم اشتراک بپریم هم میشه پی آ پریم ضرب در پی بپریم، درست؟ این با اشتراکاشون بود. حالا اگر آ و بی مستقل باشن پی آ به شرط بپریم چی میشه؟ یعنی اگر رئال نبره احتمالی که تهران بارون بیاد چقدر؟ میگن آقا همون دو ده پی آی دیگه، همون دو دهم خودمون، اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. چه میدونم مثلا پی آ فیلم به شرط بی چی میشه؟ اینا میشه همون پی آ، پی به فریم به شرط آ فریم میشه، میشه پی به فریم. ببین مثلا همه این حالت ها پاسخ میشه در واقع احتمالی که اینجا هست، مثلا پی من این تیکری داره پاک کنم، میشه پی بپری، پی مثلا بی به شرط بپری، بی به شرط آفریم که میشه، باز داره میشه همین اولی، میشه پی بی، درسته؟ پس در واقع این از این موضوع که اگر آ و بی مستقل باشن آفریم و بی، آ و بپریم و بپریم و آپریم با هم دیگه مستقلن. حالا من این بر مبنای شهودمون این فرمول ها رو نوشتیم که البته درسته، بریم حالا این فرمول ها رو با هم دیگه اثبات هم بکنیم. من در واقع خب اما در یک صفحه آخر جزوه که حالا مختص این کار هستش، بله این رو اثبات هم بکنم برای دانش آموزان گرامی. خب ببینید دوستان، اگر آ و بی مستقل باشن یعنی پی آ اشتراک بی چی میشه؟ میشه پی آ ضرب در پی بی. این فرضمونه. میخوام چه اثبات بکنم؟ میخوام اثبات کنم که آپریم و بی هم مستقله، یعنی پی آپریم اشتراک بی میخوام اثبات کنم که میشه پی آپریم ضرب در پی بی. اون چهار میکنم این آپریم اشتراک بی بنویسم پی بی اشتراک آپریم، تفاوتی که نداره دیگه، جای اشتراک رو عوض میکنم، اینه بنویسم پی بی منهای آ، پی بی منهای آ میشه پی بی منهای پی آ اشتراک بی. این فرمولی است که توی قوانین احتمال امسال خوندید. حالا چون آ و بی مستقلن پس پی آ اشتراک بی میشه پی آ ضرب در پی بی، پس این میشه پی بی منهای پی آ ضرب در پی بی. از یه پی بی فاکتور میگیرم میشه پرانتز یک منهای پی آ. خب تا یک منهای پی آ چیه؟ خب مشخصه دیگه پی آ پریمه، پس این میشه پی بی ضرب در پی آ پریم. بنابراین به همون چیزی که میخواستیم رسیدیم، یعنی پی آ اشتراک بی پی آ پریم اشتراک بی میشه پی آ پریم ضرب در پی بی، درسته؟ این پس از اثبات این موضوع، یه اثبات دیگه هم من براتون بگم. میخوام اثبات کنم که پی
آفرین اشتراک به پریم میشه پی آفرین ضرب در پی به پریم. خب اینو باید چیکار بکنم؟ این میگن پی آفرین اشتراک به پریم هستش همون پیه آی اجتماعی بی کلن فریم، درسته؟ که بطنی میشه یک منهای پی آی اجتماعی بی. یک منهای پی آی اجتماعی بی چی میشه؟ میشه یک منهای پی آ منهای پی بی و علاوه پی آی اشتراک بی، که من به جای پی آی اشتراک بی چی میذارم؟ پی آی ضرب در پی بی طبق فرض. خب دوستان اگه من اینو تجزیه بکنم، تجزیه این میشه یک منهای پی آ در یک منهای پی بی. یک منهای پی آ چیه؟ دوستان حتما میدونن دیگه، پی آ پریم. یک منهای پی بی چیه؟ پی بپریم. پس پی آ پریم اشتراک بپریم هم میشه پی آ پریم ضرب در پی بپریم. این اثبات در واقع توی امتحانات تشریحی میتونه به دوستان کمک بکنه، ولی توی امتحانات تستی مشخصه که خیلی کاربرد نداره. بریم سراغ ادامه مبحث. دیگه میره بگم، میگه آبی دو پیشامد ناسازگار غیر توهی باشن، آیا میتونن مستقل باشن؟ این دو پیشامد ناسازگار امکان داره که مستقل باشن؟ خب گفتم برای اینکه دو تا پیشامد از هم دیگه مستقل باشن، لازمه که پی آ اشتراک بی بشه چی؟ پی آ ضرب در پی بی، درسته؟ خب آبی هر کدوم ناسازگارن، ببخشید آبی هر کدوم غیر توهی هن و ناسازگار. وقتی غیر توهی هن، یعنی این مخالف صفره، این هم مخالف صفره، اما چون ناسازگارن اشتراکشون میشه چقدر؟ صفر. بنابراین نمیشه دوتا عددی که مخالف صفرن ضربشون بشه صفر. بنابراین دوتا پیچ آمدی که ناسازگار باشن و غیر توهی هیچ وقت امکان نداره که از هم دیگه مستقل باشن. این از این. و سوال آخر هم که به نظر من خیلی سوال مهمیه، میگه که اگر آبی دو پیچ آمده مستقل باشن، آیا لزوماً هر زیر مجموعی از این با هر زیر مجموعی از اون با هم دیگه مستقل هن؟ خب بیاین یه مثال بزنیم. فرض کنید که فضای نمونه x باشه 1 و 2 و 3 و 4. پیچ آمده A رو بگیریم 1 و 2، پیچ آمده B رو بگیریم 1 و 4. الان احتمال پیش آمده آ چقدره؟ 2/4 یا 1/2. احتمال پیش آمده بی چقدره؟ 2/4 یا 1/2. احتمال اشتراکشون چقدره؟ اشتراکی میتونه پیش آمد فقط برآمد یک هستش، میشه 1/4. حالا یه 1/4 میشه 1/2 ضرب در 1/2؟ بله میشه دیگه، اینی پی آی که میشه 1/2، پی بی هم که 1/2، اشتراکشون میشه 1/4. چون اشتراک میشه ضربشون، بنابراین این تو پیش آمد از هم دیگه مستقل هست. خب بنابراین A و B از هم دیگه مستقلن. حالا من یه زیر مجموعی از A رو به اسم A1 انتخاب میکنم، اسمشو میذارم 2. یه زیر مجموعی از B هم انتخاب میکنم، اسمشو میذارم B1، اسمشو میذارم 4. خب حالا آیا پیش آمده A1 چقدره؟ احتمالش 1/4. پیش آمده B1 چقدره؟ 1/4. اشتراکشون چقدره؟ 0. آیا اشتراک این دو پیش آمد از هم دیگه بس؟ آیا اشتراک میشه ضربشون؟ نه مسلما نمیشه. برای این A1 و B1 از هم دیگه مستقل نیستن. پس اینجا گفتم پی A1/2، پی B1/2 اشتراکشون فقط عضو 1 میشه 1/4، پس مستقلن. اینجا پی A1 1/4، پی B1 1/4، ولی اشتراکشون از چه جنبه اینو گفتم؟ ببینید بس اگه دو تا پیچ آمد از هم دیگه مستقل باشن، من در واقع میخوام تو ذهن دانش آموز تا اینجای کار این مطلب رو جا بندازم، بگم دانش آموز گرامی، مستقل بودن مفهوم همون ال کلاسیکو بارون تهرانه، دو تا پیشامدی که رو هم دیگه تأثیری نمیذارن، ربطی به هم ندارن. ولی اگه شما لازم شد تو یک سوالی، تو یک مسئله قضاوت بکنی که دو تا پیشامد از هم دیگه مستقلن، باید بیای صرفاً به فرمول توجه بکنید و غیر از فرمول هیچ کار دیگه رو نباید بکنید، فقط از فرمول استفاده کن.
نگو چون این پیش آمد و این پیش آمد مستقلا مثلا کلا ربطی به هم دیگه ندارن، این مجموعات هم ربطی به هم دیگه ندارن. نه، این حرف اینجا الان غلطه، قابل قبول نیست. باید شما حتما با استفاده از فرمول این کارو پیش ببرید. خب میره صفحه بعدی. حالا که دیگه در واقع از مسائل اثباتیش خورده فارغ شدیم، میتونیم بیایم با خیلی راحت مسائل عددی رو حل بکنیم. میگه احتمال قبولی مریم در دست جیزل بسطه 90 و احتمال قبولی ریحانه در این دست 70% است. مطلوب است احتمال این که خب هر دو قبول بشن، چون مستقلا میشه 9 دهم ضرب در 7 دهم میشه 63 صدم. حداقل یکی از آنها قبول شود. بعد ما این حداقل رو داشتیم قبلا دیگه، هر وقت حداقل چنیدیم به معنی اجتماعیشون هست. خب اینو من از دو طریق میتونم حل بکنم. یه طریق اینه که بگم آقا پی آ اجتماعی بی چی میشه؟ میشه پی آ به علاوه پی بی، یعنی بزنیم بنویسم پی آ اجتماعی بی میشه پی آ به علاوه پی بی منهای پی آ اشتراک بی، که پی آ چنده؟ مریم 9 دهم. پی بی چنده؟ 7 دهم. اشتراکشون چقدر جز در بی دوتا است؟ 63 صدم میشه 97 صدم. این یه راه. یه راه دیگه ما داریم، یه راه دوتا این آقا از کل حالتی که هیچ کنون قبول نکنه کم کنیم، یعنی مریم به احتمال 1 دهم قبول نمیشه، ریحانه هم به احتمال 3 دهم، یک منهای 3 صدم هم دوباره میشه 97 صدم. پس میشه از هر کدوم از راهی که بهشون صلاح دونست استفاده کنه. بعدی میگه هر دو قبول نشوند. خب گفتیم دیگه هر دو قبول نشوند دقیقا همینه، یعنی مریم قبول نشه، ریحانه هم قبول نشه. دوستان دقیقا داشته باشید، این در واقع قسمت جیم رو از این جنبه براتون گذاشتم که دانش آموز مرور بشه براش که آقا اگر یا خانوم اگر دو تا پیش آمد از هم دیگه مستقل بودن، یعنی اگر آ و بی مستقل بودن، آ پریم و بی پریم از هم دیگه مستقلن. میگه دقیقا یکی قبول شود، خب اینم کاری نداره، یا مریم قبول میشه ریحانه قبول نمیشه، یا مریم قبول نمیشه ریحانه قبول میشه. پس این میشه 27 و 7 میشه 34 صدم. یه دنگه نقابا مگه دقیقا یکی قبول بشه؟ اگر میخوام نمودار ون بکشم نمیشه این تیکه ها اینجا و اینجا، مگه این دو تا تیکه نمیشه؟ خب بیایم از اجتماعشون رو منهای اشتراک بکنیم. اجتماعشون چقدره تو قسمت ب به دست آوردم؟ 9700. بیام 9700 رو منهای اشتراک بکنم، منهای 63 صدم بکنم. یعنی شما اگر از کل اجتماعشون اشتراکش رو برداری میشه این تیکه و این تیکه، که 97 منهای 63 صدم میشه 34 صدم. قسمت بعدی هم که فقط ریحانه قبول بشه، که در واقع تو دل قسمت قبلی بود فقط ریحانه قبول بشه، پس یعنی ریحانه به احتمال 7 دهم قبول بشه، مریم هم به احتمال 1 دهم قبول نشه، که دوام میشه 7 صدم. سوال بعدی ترکیب احتمال مستقل و قانون احتمال کل هستش، که در کتاب راهنمای تجرید به عنوان یکی از نمونه سوالات ارزشیابی آورده شده، بنابراین میتونه سوال مهمی باشه. گفته سبا در هر یک از آزمون‌های ریاضی و فیزیک 80% توانایی کسب نمره کامل داره، ولی اگه نتونه نمره کامل بگیره تواناییش برای نمره کامل بعدی 60% میشه. مطلوب است احتمال این که در هیچ درسی نمره کامل نگیرد. حتی این سوالی که خاطرتون باشه مشابه همون سوال بسکتبالیسته، که اگه روحیش خوب بود به یه احتمالی توپو مینداخت تو سبد، اگه روحیش بد بود احتمالی که توپو تو سبد مینداخت کمتر میشد. اینجا حالا همینطور میگه در هیچ درسی نمره کامل نگیره، پس یعنی تو درس اول نمره کامل نمیگیره، احتمالش چقدر؟ ببین الان اول مسئله احتمالی که نمره کامل بگیره 80%، برای من احتمالی که نمره کامل نگیره 20% یا 0.2. حالا که تو درس اول نمره کامل نمیگیره روحیش چی میشه؟ احتمالی که درس بعدی نمره کامل بگیره 60%، برای من احتمالی که نمره کامل نگیره چقدره؟ 40% یا 14%، که ضرب اینها میشه 8 صدم. درسته؟ قسمت بعدی میگه در دقیقا 1 درس نمره کامل بگیرد. خب دو حالت داره،
یا به احتمال 8 دهم تو درس اول نمره کامل میگیره، الان روحیهش خوبه، با روحیه خوب احتمالی که نمره کامل نگیره تو درس بعدی 2 دهمه، یا اول کار به احتمال 2 دهم نمره خوب نمیگیره، حالا نمره خوب نگرفته، بنابراین احتمال روحیهش داره بده، احتمالی که تو درس بعدی نمره کامل بگیره چقدره؟ 6 دهم. این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنیم میشه 28 صدم، درسته؟ خب میریم مبحث بعدی، زمین صفحه بعد. خب دوستان فعلا تا همینجا به عنوان جلسه نگه میداریم، ادامه سوالات مربوط به احتمال مستقر در جلسه بعدی در خدمتتون خواهیم بود. به نام خدایی که در این نزدیکی است. درس 15 فارسی 2 که با نام کبوتر طوقدار در این بخش به ما معرفی میشه، بخشی است از کتاب ارزشمند کلیله و دمنه یا کلیله و دمنه که کتابی است سرشار از روایت ها و اشعار و داستان های مختلف به زبان حیوانات و اصل این کتاب به هندی است به زبان سانسکریت که بعدها ابن مقفع آن را به زبان عربی ترجمه کرد و در قرن ششم نصرالله منشی آن را به فارسی برای ما ترجمه کرد و این کتاب ارزشمند را به یادگار گذاشت. داستانی که می‌خوایم بخونیم قهرمانش کبوتری است به نام متوقه که همون کبوتر طوقداره. آوردند که در ناحیت کشمیر متصیدی خوش و مرغزاری نزه بود. متصید یعنی شکارگاه. یه شکارگاهی بوده که بسیار زیبا و خوش آب و هوا بوده با حیوانات زیاد که همین باعث می شده که شکارچی های زیادی به اونجا سر بزنن و بیان برای صید حیواناتی که اونجا زندگی می کردند. مرغزار میشه سبززار و نزه به معنای باصفا و خوش آب و هواست که از عکس ریاحین او پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی. از عکس ریاحین او، عکس به معنای انعکاس، از انعکاس گیاهان خوشبو و زیبایی که در اونجا وجود داشته، پر زاغ که سیاهه و حالا باید زشت باشه، میگه مثل دم طاووس زیبا بود و در برابر زیبایی او، در برابر زیبایی او متصید و شکارگاه، حتی دم طاووس به پرزاق شبیه میشه. این آرایه عکسی که اینجا به کار میبره، تو تشبیهی که به کار میبره، پرزاق رو تشبیه میکنه به دم طاووس و بعد دم طاووس رو به پرزاق برمیگردونه، زیبایی دوچندانه اون منطقه رو برای ما معرفی میکنه. بعد دوتا بیت میاره. درفشان لاله در وی چون چراغی، ولی که از دود او بر جانش داغی. شقایق بر یکی پایی استاده، چو بر شاخ زمرد جام باده. دوتا بیت مؤید و تأیید کننده زیبایی های اون متصید و شکارگاهه، داره زمینه سازی میکنه برای ما نویسنده داستان که بگه که این چقدر زیباست، درخشان و زیباست. و بیتی که در ابتدا آورده، درفشان لاله در وی چون چراغی ولی که از دود او بر جانش داغی، به ما میخواد بگه نظر معنایی که گل لاله، لاله سرخ توی اون چمنزار مانند یک چراغ میدرخشید، اما دود این چراغ که همون سیاهی وسط گل لاله هست، مانند داغی بر جان چمنزار بود. اگر بخوایم نظر آرایه‌ای بررسی بکنیم، کلمه لاله اینجا ایهام تناسب برای ما وجود میاره، چون یه دونه از معنی ها فقط همون گل لاله مد نظر شاعره و به معنای مثبت و مورد قبول بیت هست و معنی دومش به معنای لاله، به معنای چراغ توی این بیت وجود نداره، اما به خاطر
بودن کلماتی مثل خود درفشان، مثل چراغ ایجاد میکنه و بهش ایام تناسب میده. بعد تشبیه لاله به چراغ که مشخصه در بیت وجود داره. داغ در این بیت استعاره از سیاهیه که در دل گل لاله، در داخل گل لاله وجود داره، و آه هم، دود هم استعاره از آهه. دقت کنید به اینکه درفشان تحول نوشتاری پیدا کرده و ما امروز اون رو به معنای دب اسم درخشان میبینیم و میشناسیم در زبان فارسی، و درفشان به معنای نورانی و همون درخشانه. این که بر جان گل لاله داغی نهفته باشن تشخیص و استعاره هم به وجود میاره. ولی که از دود او ضمیری است که مرجعش خود چراغه، بر جانش داغی اون شی که در جانش اومده مرجعش میشه گل لاله. حسن تعلیل زیبایی هم شاعر به کار میبره. در داخل گل لاله، در دل گل لاله ما سیاهی رو داریم، اما اینجا شاعر میگه که علت اون سیاهیش اون دودیه که بر چراغ زده و تشبیه کرده اونو به وجود میاره و حسن تعلیل ایجاد میکنه که بسیار زیبا استفاده شده. شقایق بر یکی پای ایستاده، چو بر شاخ زمرد جام باده. مهمترین چیزی که در این بیت وجود داره و باید بهش خیلی دقت کنید تشبیه مرکبی است که در این بیت هست. تشبیه مرکب زمانی به وجود میاد که شما مشبهتون و مشبهتون بیش از یک کلمه باشه. به این بیت اگر دقت کنید، شقایق بر یکی پای ایستاده کلن مشبهه، میگه گل شقایق در این مرغزار، در اون متسیه، در آن شکارگاه بر پای خود، بر ساقه خود وایستاده، مانند جام باده، جام شراب سرخی که بر روی پایه ای از زمرد سبز قرار داده شده. تصویری که شما در ذهنتون میتونید از این بیت بسازید اینی که گل شقایق سرخ رو در نظر بگیرید با ساقه سبزش، میگه اون سرخیش مثل جام باده است که بر پایه و ساقه سبز رنگ و زمرد رنگ خودش قرار گرفته. پس ما تشبیه رو داریم در این بیت، تشخیص و استعاره داریم، اینکه بر پای وایستاده، رو پای خودش وایستاده شقایق، تشخیص و همه تشخیص و استعاره که قطعا میدونید در این بیت وجود داره، و کلمه شاخ در این بیت به معنای پایه، چو بر شاخ زمرد، بر پایه ای از زمرد قرار گرفته گل لاله. در ادامه به داستان اصلی خودمون میپردازه. بعد از اینکه معرفی کرد و به ما گفته اینجا متسید و زیبایی هست در ابتدای کار، در مقدمه کار، میریم سراغ ادامه داستان. داستان شروع میشه و در میگه در وی شکاری بسیار و اختلاف صیادان آنجا متواتر. وی زمینی است که مرجعش بازم به همون شکارگاهه برمیگرده، به همون متسید برمیگرده، و اختلاف به معنای رفت آمد و متواتر یعنی پی در پی. میگه صیادها همواره در اونجا رفت آمد داشتن و میرفتن و شکار میکردن. زاغی در حوالی آن بر درختی بزرگ جشن خانه داشت. میگه کلاغی بر روی یک درخت پر از شاخه و برگی که در اونجا وجود داشت لانه‌ای داشت و زندگی میکرد. نشسته بود و چپ و راست مینگریست. ناگاه صیادی بدحال خشنجامه، جالی بر گردن و عصایی در دست، روی بدان درخت نهاد. میگه زاغه که نشسته بود روی اون درخت بزرگ و داشت دور و برش رو نگاه میکرد، یه دفعه دید که یه صیادی با لباسی خشن و نامرغوب و نامناسب جالی بر گردنش داره. جال دامیه که مخصوص شکار پرندگانه که پهن می‌کردن روی زمین و دانه‌ای می‌ریختن روی اون، و پرنده که میومد شروع می‌کرد به خوردن دونه‌ها، و می‌دونید که پرنده‌ها موقع خوردن حرکت می‌کنن، این ور اونور میرن، پای پرنده‌ها لای بندها و تله‌ای که اونجا قرار گرفته بود گیر می‌کرد و دیگه اون پرنده نمی‌تونست پرواز کنه و همونجا زمین‌گیر می‌شد و می‌موند. از نظر دستوری دقت کنید که میگه جالی بر گردن و عصایی در دست. فعلش چی میشه؟ فعل به قرینه معنوی حذف شده. جالی برگردن داشت و عصایی در دست داشت. روی بدان درخت نهاد. بترسید و با خود گفت، زاغه به خودش میگه این مرد را کاری افتاد که میآید و نتوان دانست که قصد من دارد یا از آن کس دیگر. میگه زاغه گفتش که این شکارچی داره میاد یه هدفی داره از اینکه جال
و دام مخصوص شکار پرندگانو داره، یا اومده منو شکار کنه یا هدف دیگه ای داره. من باری جای نگه دارم و می نگرم تا چه کنم. میگه من به هر حال باید وایسم و ببینم چه اتفاقی میفته. صیاد پیش آمد و جال باز کشید و حبه بینداخت. جال باز کشید یعنی دام خودش رو پهن کرد، حبه همون دونه ای که به عنوان طعمه استفاده میکردن و در دام ها میذاشتن، حبه بینداخت و در کمین بنشست. ساعتی بود، یعنی مدتی منتظر مون. صیاد رفت یه گوشه ای قایم شد و منتظر شد ببین چه اتفاقی میفته. قومی کبوتران برسیدند و سر ایشان کبوتری بود که او را متوقع گفتندی. میگه یه عده پرنده اومدن و سردسته این پرنده ها کبوتری بود که بهش میگفتن متوقع. متوقع کبوتر سفیدی است که دور گردنش یک پرهای رنگی داره، مثل یک حلقه‌ای در دور گردنشه که اصطلاحاً بهش توقی هم میگن، در اصطلاح عامیانه به توقی هم معروفه. و در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی. میگه پرنده ها در اطاعت از اون متوقع زندگی خودشونو میگذروندن و کلن در فرمان برداری و از اطاعت او روزگار خودشونو طی میکردن و اون رو به عنوان رئیس خودشون پذیرفته بودن. چندان که دانه بدیدن غافلوار فرود آمدن. میگه پرنده ها همین که اون حبه ها و دانه هایی که روی جال صیاد گذاشته بود و دیدن و اونا رو دیدن حرکت کردن و مانند افراد غافل نشستن بر روی دام. غافل وار، دقت کنید که وار پسوند شباهت است و هر جایی که بیاد آرایه تشبیه رو برای ما میاره. اینجا داره پرنده ها رو به موجودات غافلی تشبیه میکنه. و جمله در دام افتادن، جمله همگی همه در دام افتادن و صیاد شادمان گشت. میگه صیاد وقتی دید این همه پرنده اومد نشست روی دامش خیلی خوشحال شد و گرازان به تگ ایستاد. میگه شروع کرد با ناز و جلوه‌ای که میکرد و حرکت‌های حالا اصطلاحاً به زبان امروزیمون موزونی که میکرد اومد خوشحال و به طرف اون جالی که پهن کرده بود دوید. شروع کرد به طرف اون دویدن تا ایشان را در ضبط آورد، تا همشون رو بگیره. کبوتران اضطرابی میکردند و هر یک خود را میکوشید. به این جمله دقت کنید، حالا معنیش که میگه همشون تلاش میکردن که فرار کنن. کبوتران اضطرابی میکردند، فعل جمع ادامش، و هر یک خود را میکوشید. اینجا مفرد آورده. در گذشته این رسم بوده در دستور زبان فارسی که شناسه فعل دوم به قرینه شناسه فعل اول حذف میشده. کبوتران اضطرابی میکردند باید میگفت هر یک خود را میکوشیدند، اما اینجا مفرد آورده. دقت کنید که یک نکته دستوری اینجا وجود داره و باید بهش دقت کنید که حذف شناسه فعل دوم به قرینه فعل اول. متوقع گفت جای مجادله نیست. که متوقع به یاران خودش گفتش که الان وقت جدل و بحث و اینکه کی مقصره نیست. چنان باید که همگنان استخلاص یاران را مهمتر از تخلص خود شناسند. میگه الان باید به گونه‌ای پیش بریم که همه ما و هم نوعان ما رهایی یاران خودمون رو و رهایی دیگران رو به رهایی خودش ارجحیت بده و برتری بدونه نسبت بهش. و حالی میگه اکنون ثوابان باشد. میگه کار درست اینه. به واژه ثواب دقت کنید. ثواب وقتی با ساد نوشته میشه معنی درست و مصلحت، اگر ثواب با سه نقطه باشه از نظر معنایی به معنای پاداشه. این کلمه اهمیت املایی بالایی برای ما داره. کلمه ثواب دو تا املا داره، یه دونه با ساد نوشته میشه و سه نقطه. اونی که با ساد نوشته میشه به معنای درست و مصلحت، اونی که با سه نقطه شروع میشه دقت کنید که معنیش هم سه نقطه شروع میشه، پاداش. ثواب با سه نقطه معنی پاداش. میگه الان کار درست اینه که جمله به طریق تعاون قوتی کنید تا دام از جای برگیریم. متوقع به یاراش میگه که الان کار درست اینه که هممون به روش همیاری و کمک کنیم تا این دام رو از جا برداریم و بلند کنیم. چه رهایش مادران است. کبوتران فرمان وی بکردند و دام بر کردند و سرخیش گرفت. بازم اون نکته دستوری که بالا اشاره کردیم بهش اینجا تکرار میشه. گفتیم گاهی فعل دوم به قرینه فعل اول شناسش از بین میره. دام برکندند و سر خیش باید میگفت گرفتند، ولی داره میگه گرفت،
دقت کنید به این نکته، سرخیش گرفت، میگه پرنده ها دام رو برکندن و دام رو از جاش بلند کردن اون جال رو و شروع به حرکت کردن. صیاد در پی ایشان ایستاد، میگه صیاد شروع به تعقیب اونا کرد و به دنبالشون رفت. فعل ایستادم تو این درس دو جا اون بالا داشتیم، یه دونه که گفت گرازان به تک ایستاد، اینجا هم داره میگه صیاد در پی ایشان ایستاد. ایستاد در عبارت گرازان به تک ایستاد یعنی شروع کرد به دوید، اونجا ایستاد معنی شروع کردن. توی این جمله صیاد در پی ایشان ایستاد، ایستاد در معنای رفتنه، به دنبال کسی رفتنه. دقت کنید به تحول، به تغییر معنایی فعل ایستاد. بران امید که آخر در مانند و بیفتند، اینجا صیاد دنبالشون رفت به امید اینکه بالاخره این پرنده ها یه جایی خسته میشن و نمیتونن سنگینی این دام رو تحمل کنن و میفتن زمین و من شکارشون میکنم. زاغ با خود اندیشید که بر اثر ایشان بروند. میگه زاغ که داشت تماشا میکرد قصه رو، میگه به خودش گفتش که بر اثر یعنی به دنبال اینا برم و معلوم گردانم فرجام کار ایشان چه باشد، برم ببینم که فرجام و پایان و سرانجام کار اینا چی میشه، که من از مثل این واقعی من نتوانم بود. زاغ موجود آینده نگری است و مصلحت اندیشه، میگه برم ببینم اینا چیکار میکنن که برام تجربه ای بشه. دقت کنید که کتاب کلیله و دمنه یه کتابی است که در فضای تعلیم و آموزش قدم برمی‌داره و در راستای ادبیات تعلیمی است. درسته که اجا تو فصل ادبیات داستانی آورده برای ما، اما بدونید که کتاب کلیله و دمنه کتابی است تعلیمی و در بردارنده داستان‌ها و روایت‌ها و آیات مختلفی است. به خودش گفتش که من ممکنه که از مثل این واقعه ایمن نتونم باشم و از تجارب برای دفع حوادث سلاح ها تواساخ. میگه تجربه که به دست میاریم تو زندگیمون میتونه مثل سلاحی باشه که برای از بین بردن اتفاقاتی که به ضرر ماست به ما به دردمون بخوره. اینجا تشبیهی داریم که تجارب رو به سلاحی تشبیه کرده. متوقعه چون بدید که صیاد در قفای ایشان است، یاران را گفت این ستیز روی در کار ما به جد است و تا چشم او ناپیدا نشویم دل از ما برنگیرد. متوقعه که رهبر و فرمانده و بزرگ پرنده ها بود، وقتی دید که صیاد پشت سرشون داره میاد، در قفای پشت سر اون داره میاد، به یاران خودش گفتش که این ستیز روی به معنای بی‌شرم و گستاخ، منظور همون صیاده. میگه برای گرفتن ما کاملا جدی داره حرکت میکنه و تا ما از جلو چشمه این دور نشیم اون بی خیال ما نمیشه، دل از ما بر نگیرد، یعنی ما رو رها نمیکنه. طریق آن است که سوی آبادانی ها و درختستان ها رویم تا نظر او از ما منقطع گردد. به یاراش میگه که راه درست اینه که ما پرواز کنیم و بریم تا به طرف آبادانی ها و درخت ها و از این صیاد نتونه دیگه ما رو ببینه و دل از ما برگیره و ناامید و خایب بازگردد. خایب به معنای بی‌بهره و ناامید، میگه وقتی که دیگه ما رو نتونه ببینه ناامید میشه و ما رو رها میکنه. که در این نزدیکی موشی است از دوستان من، او را بگویم تا این بندها ببرد. به یاراش میگه که پرواز کنیم از دست این صیاد که نجات پیدا کردیم، همین اطراف من یه رفیقی دارم، یه موشیه که با من دوسته، میریم پیش اون، ازش میخوایم که بندهای ما رو بجوه و ما رو نجات بده. کبوتران اشارت او را امام ساختند. میگه کبوترها و پرنده های دیگه که زیر دست متوقعه بودن حرف اونو پذیرفتن، راه بتافتند یعنی تغییر مسیر دادند و صیاد بازگشت. پس خودشونو از دست صیاد خلاص کردن. متوقعه به مسکن موش رسید. رسیدن به اونجایی که موش زندگی میکرد. کبوتران را فرمود که فرو دایید. فرمان او نگاه داشتند و جمله بنشستند و آن موش را زبرا نام بود. اسم اون موشه که رفیق متوقعه بود زبرا بوده. با دهای تمام و خرد بسیار، میگه یک موش بسیار زیرک و دها زیرکی و هوشمندی و عقل و هوش بسیار، گرم و سرد روزگار دیده، کنایه از این که با تجربه بوده و خیر و شر احوال مشاهده کرده، بازم کنایه از این که با تجربه بوده و در آن مواضع از جهت گریزگاه روز حادثه 100 سوراخ ساخته. میگه اون موشه خیلی باهوش بوده،
برای اینکه یه روزی گرفتار بشه یه موقع شکارچی بیاد سراغش، برای اینکه بتونه از دستشون فرار کنه گریزگاه روز حادثه، توی اونجا محل زندگی خودش صدها سوراخ کنده بود و اینا رو به هم وصل کرده بود که بتونه ازشون فرار کنه. هر یک را در دیگری راه گشاده، تیمار آن را، به این عبارت دقت کنید، تیمار آن را فراخور حکمت و بر حسب مصلحت بداشته. سعی می‌کرد با توجه به اون دانشی که داشت از اون راه‌هایی که کنده بود و تونل‌هایی که کنده بود به اقتضای زمان خودش محافظت کنه و مواظب بود که آسیبی به اونا نرسه. متوقعه آواز داد، صدا زد که بیرون آی. زبرا پرسید که کیست، نام بگفت، بشناخت و به تعجیل بیرون آمد. میگه وقتی که متوقعه صدا کرد زبرا رو پرسید کیه، خودشو معرفی کرد، موشه سریع اومد بیرون. چون او را در بند بلا بسته دید، ذهاب دیدگان بگشاد و بر رخسار جویها براند. موشه وقتی رفیق خودش متوقع را تو بند و گرفتاری دید و تو بلایی دید که مانند بندی و رو گرفتار شده، شروع کرد چشم خود، ذهاب به معنای آبی که از سنگی یا زمینی میجوشد، دیدگانش رو به ذهابی تشبیه کرده، ذهاب دیدگان بگشاد و بر رخسار جویها براند و اشک فراوانی ریخت. و رفیق موافق دوست همراه، تو را در این رنج کف کند، که اونجا به معنای ضمیر پرس، در جایگاه ضمیر پرسشی، یعنی چه کسی میگه این بلا سر تو آورد کرده. میگه متوقعه وقتی که شنید سری شروع کرد به باز کردن بندها که متوقعه بدان بسته بود، رفت سراغ بندی که یا تنابی که متوقعه، اون بخشی که متوقعه گرفتار شده بود. گفت نخست از آن یاران گشای. متوقع به رفیقش، به موشه میگه که اول بندهای رفقامو باز کن. موش بدین سخن التفات ننمود. موشه توجهی نکرد. التفات توجه. گفت ای دوست، ابتدا از بریدن بند اصحاب اولاتر. متوقع به موشه گفتش که ابتدا بهتره که بندهای یاران منو باز کنی. گفت این حدیث را مکرر می کنی، مگر تو را به نفس خیش حاجت نمی باشد و آن را بر خود حقی نمی شناسی. موشه بهش گفتش که اینقدر این حرف را تکرار نکن که اول بندهای رفیقان را باز کنی، مگر تو به فکر نجات خودت نیستی و لازم نداری که جون خودتو نجات بدی. گفت مرا بدین ملامت نباید کرد. متوقعه یا توقیه به موشه میگه که نباید منو با اینجوری سرزنش کنی که من ریاست این کبوتران تکفل کردم، من سروری و رهبری و ریاست این کبوتران رو پذیرفتم و ایشان را از آن روی بر من حقی واجب شده و اینا گردن من حق دارن، چون پذیرفتن که من امام و رهبر و پیشوای اونا باشم و چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذاردند، چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذاردند و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم، مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید. متوقع بهش میگه که وقتی که اینا، چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذاردن، میگه وقتی که اینا پذیرفتن که من امامشون باشم، اونا حق منو به طاعت اجرا کردن و ادا کردن، من هم به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم، منم به کمک و پشتیبانی اینا تونستم از صیاد رهایی پیدا کنم. اگه اینا به من کمک نمی کردن و همه با هم نبودیم، نمیتونستیم از صیاد نجات پیدا کنیم. مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد. میگه منم باید وظایف رهبری خودم رو کامل انجام بدم و اجرا کنم و مواجب سیادت را به ادا رسانید و بزرگی و سروری خودم رو به اونا نشون بدم. می ترسم اگر از گشادن عقده های من آغاز کنی، عقده به معنای گره. متوقعه به موشه میگه می ترسم که اگر اول از بندهای من شروع کنی و اول بندهای منو جدا کنی، ملول شوی، خسته شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند، بعضی از رفقای من همون جوری تو بند گرفتار بمانند و چون من بسته باشم، اگرچه ملالت به کمال رسیده باشد، اهمال جانب من جایز نشموری و از ضمیر بدان رخصت نیابی. میگه اول بندهای رفقامو باز کن.
اگر اول بندای منو باز کنی، اگر خسته شده باشی، به رفیقای من چون تعهد و علاقه ای نداری و باهاشون تعلقی نداری، ممکنه اینا رو باز نکنی و بمونن. ولی اگر اول بندهای رفقای منو باز کنی، حتی اگر خسته شده باشی، از درونت اون علاقه ای که من داری باعث میشه که بهت فشار بیاره و اجازه ندی که من در بند بمونم. در کمال خستگی میتونی بیای به من کمک کنی و بندهای منو باز کنی. و نیز در هنگام بلا شرکت بوده است. به موشه میگه که ما با رفقامون تو سختی ها با هم بودیم. در وقت فراق موافقت اولاتر، میگه حالا که به آسایش رسیدیم همراهی ما شایسته تره، و الا تا اینان مجال بقیت یابن. میگه وگرنه اونایی که میخوان طعنه و سرزنش کنن ما رو، فرصتی پیدا میکنن برای اینکه من رو زیر سوال ببرن و بگن تو چه سروری هستی، چه پیشوایی هستی، چه فرماندهی هستی، چه رهبری هستی که اجازه دادی که اول بندهای خودتو باز کنن. موش گفت عادت اهل مکرمت این است. میگه موشه بهش گفتش که بزرگان و جوانمردان همین مرام تو رو دارن و عقیدت ارباب مودت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در موالات تو صافی تر گردد. میگه که نظر و عقیده بزرگان دوستی و محبت با این خوی و صفت و خصلت پسندیده تو و با روش ستایش شده تو در دوستی پاکتر میشه و ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید. میگه اعتماد و اطمینان دوستان در وجود تو با این کاری که انجام میدی نسبت به تو بیشتر میشه. این بزرگی که میکنی، این از خودگذشتگی که انجام میدی، باورها و اعتقادات بزرگان دوستی و محبت هم همینه و تو رو تاییدت میکنن. آنگاه به جد و رغبت بندهای ایشان تمام ببرید و متوقه و یارانش مطلق و ایمن بازگشتن. میگه بعد از اینکه این حرفا رو زد و فهمید که رفیقش چقدر بزرگواره، بندهای یاران اونم باز کرد و بندهای متوقه هم باز کرد و همشون آزاد و رها و ایمن بازگشتند. این داستانی که خوندیم بیان کننده این است که دعوت میکنه ما رو به ایثار و از خودگذشتگی، دعوت میکنه به اینکه اول به فکر دیگران باشیم و اگر مسئولیتی پذیرفتیم اون مسئولیت رو به نحو احسن اجرا کنیم. این از درس که عرض کردم ترجمه ابوالمعالی نصرالله منشی است از کتاب کلیله و دمنه یا کلیله و دمنه. در قسمت کارگاه متن‌پژوهی قلمرو زبانیش، اول درباره همون فعل ایستاد که در متن خدمتتون توضیح دادم سوالی مطرح کرده و گفته که کاربرد فعل ایستاد رو در جمله هایی که داره گرازان به تگ ایستاد و صیاد در پی ایشان ایستاد رو مطرح کنید، که عرض کردم ایستاد در گرازان به تگ ایستاد به معنایی که شروع به دویدن کرد و صیاد در پی ایشان ایستاد هم اینجا معنای سر به دنبال آنها رفت دنبال اونا. یه جمله دیگه هم داشتیم که در بریدن بندها ایستاد، اونجا بازم یعنی شروع به بریدن بندها کرد. در ادامه واژه‌های املایی مهم درس رو از ما خواسته که این نکته رو برای ما یادآوری میکنه که بدونید متن درس سرشار از لغاتی است که برای املا مهمه. من فایلی رو زمینه تدریس خودم کردم که حتما بهتون ارائه خواهد شد که تقریبا اهم لغات املایی رو برای شما اونجا لیست کردم و مشخصه. لغاتی مثل طاعت و متابعت، لغاتی مثل گیاهان و ریاحین، مرغزار و سبزه‌زار، لغاتی مثل وقت فراغ و آسایش، پشتیبانی و مظاهرت، لغاتی مثل مناصحت و خیرخواهی، یاری و معونت، اهمال و سستی از دسته این لغاتی که انشالله خواهید دید. بعد در قسمت سوال 3 همون بحث اینو داره که میگه که در گذشته گاهی پیش می اومده که یک جمله شناسش به قرینه جمله قبلی حذف میشه، فعل جمله دوم به قرینه فعل اول شناسش حذف میشه، که عرض کردم کبوتران استرابی میکردند و هر یک خود را میکوشید به جایی میکوشیدند و کبوتران فرمان وی بکردند و دام بر کردندند و سر خیش گرفت به جایی گرفتند، جز شاهد مثال هایی که از بیت برای ما آورده. در بخش قلمروی ادبی درس
تشبیه هایی که در اون دو تا بیت ابتدای درس، درفشان لاله در وی چون چراغی، ولی یک از دوده او بر جانش داغی، و شقایق بر یکی پای ایستاده چو بر شاخ زمرد جام باده، رو خواسته که عرض کردم خدمتتون که در بیت اولش لاله رو به چراغ تشبیه میکنه، بعد دود رو به داغ تشبیه میکنه، در بیت دومش هم که تشبیه مرکب داریم، مصرع اول تشبیه میشه به مصرع دوم. تو سوال دو از ما خواسته که استعاره رو تو اون عبارت پیدا کنیم که چون او را در بند بلا بسته دی ذهاب دیدگان بگشاد و بر رخسار جوی ها براند. یادتون باشه که تو بحث ذهاب دیدگان، دیدگان رو به ذهاب داره تشبیه میکنه، جوی ها استعاره از اشک بسیار است. تو سوال سه هم گفته با توجه به متن کنایه های معادل این مفاهیم ها، مثلا انسان با تجربه، عرض کردم توی متن درس که گرم و سرد روزگار دیده یا خیر و شر احوال مشاهدت کرده، کنایه از انسان با تجربه است. و ناامید شدن، اونجایی که میگفتش که دل از ما نگیرد ناامید بشه، یا درماندن به معنی ناامید شدن، در متن درس بهش پرداخته شده. در بخش قلم روی فکری تو سوال یک از ما خواسته که معنی و مفهوم عبارت رو بگیم. در وقت فراق موافقت اولاتر و الا تا اینان مجال وقیعت یابند. متوقع میگه که در هنگام آسایش و راحتی شایسته تره که با هم همراهی کنیم و الا طعنه زنندگان مجال و فرصتی برای بدگویی پیدا میکنند. سوال دو از ما خواسته که مفهوم قسمت‌های مشخص شده عبارات رو به ما از ما خواسته که بنویسیم براشون. تو قسمت الف، مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید. مواجب سیادت را به ادا رسانید، میگه وظایف رهبری و مسئولیت که گردن گرفتیم رو خوب اجرا کنیم. و در قسمت ب میگه مگر تو را به نفس خیش حاجت نمی باشد. منظورش اینه که مگه تو به جان خودت نیازی نداری و نمیخوای زنده بمونی. تو سوال سه دو تا بیت از سعدی و سنایی آورده و گفته با کدوم بخش درس ارتباط داره. بیت سعدی که میگه مروت نبینم رهایی ز بند، به تنها و یاران من در کمند، با اون بخش درس که میگه که من میترسم که اگر از گشادن عقده های من آغاز کنی ملول شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند. با شعر سنایی هم که میگه دوستان را به گاه سود و زیان به توان دید و آزمود توان، اون بخشی از درس ارتباط داره که میگه در هنگام بلا شرکت بوده، در وقت فراق موافقت اولاتر. تو سوال چهار دو تا شخصیت داستان ما، زاغ و متوقع، رو از ما خواسته که تحلیل کنیم و بگیم که ویژگی های شاخصشون چیه، که عرض کردم خدمتتون که زاغ نماد افراد دوراندیش و زیرک و با احتیاطه که به دنبال کسب تجربه هستند، و متوقع نماد انسانهای با تدبیر و قابل اعتماد و با تجربه و کسی که وظایف رهبری و بزرگی خودش رو به نحو احسن اجرا میکنه. در ادامه درس و در بخش پایانی گنج حکمتی آورده به نام مهمان ناخوانده از جوامع الحکایات محمد اوفی، که توش میگه آوردن که وقتی مردی به مهمانی سلیمان دارانی رفت، سلیمان آنچه داشت از نان خشک و نمک در پیش او نهاد. میگه نفری سرزده اومد پیش سلیمان دارانی و سلیمان هم توی خونه فقط نون خشک داشت و نمک پیش اون قرار داد، و بر سبیل اعتذار و این بر زبان راند. میگه به خاطر با روی عذرخواهی و پوزش به مهمان خودش گفت، گفتم که چون ناگه آمدی عیب مگیر، چشم تر و نان خشک و روی تازه. میگه حالا که سرزده اومدی، بدون اطلاع قبلی اومدی خونه من، پس سعی کن که ناراحت نشی از این که من جلو نون خشک و یه پذیرایی ضعیفی میذارم و از من ایرادی نگیر. چون ناگه آمدی، اشاره میکنه بدون دعوت آمدنش، چشم تر کنایه از غمگین بودنشه و روی تازه چهره گشاده و خوشحالش داره. میگه مهمان چون نان بدید گفت، کاشکی با این نان پاره پنیر بودی. گفت ای کاش بغل این نون خوش یه ذره پنیرم بود میخوردم. سلیمان برخاست به بازار رفت و ردا به گرو کرد. ردا بالا پوش، حالا عبایی بالا پوشی که مردان میپوشن، رفت بازار و ردا و بالا پوش خودش رو به گرو گذاشت و پنیری خرید و پیش مهمان آورد.
مهمان چون نان بخورد، اینجا نان مجاز از غذاه، غذاشو خورد، گفت الحمدلله که خداوند عز و جل ما را بر آنچه قسمت کرده است قناعت داده. مهمان گفت خدای شکرت، خدای شکرت که آنچه قسمتم بود من قانع بودم و راضی بودم و خوردم و خرسند گردانیده. سلیمان گفت اگر به داده خدا قانع بودی و خرسند نمودی، ردای من به بازار به گرو نرفتی. سلیمان به مهمانش میگه که تو اگر آنچه که خداوند بهت داده بود و قانع بودی و خوشحال بودی، قطعا من الان لباسم پیش خودم بود و ردای من و بالا پوش من به گرو نرفته بود. پیامی که این درس برای ما داره و این بخش داره و مهمه برای شما برای کنکورتون، ستایش قناعت و نکوهش حرص و طمع. به این نکته خیلی دقت کنید، ستایش قناعت و نکوهش حرص و طمع. قناعت کنه نفس، قناعت کنه نفس بر اندکی که سلطان و درویش بینی یکی. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.